سلام، زبان آموزان عزیز، تست نمبر 5 یا امتحان شماره پنجم از بخش گرامری زبان آلمانی در سطح آینز موضوعی داریم: نگاتسیون، یعنی کلماتی که منفی کننده در جملات زبان آلمانیه. ما کلماتی داریم مانند نیشت، کاین، ناین. البته هر کدام از خود استفاده خاص خود داره. موضوع گرامری هم که داشته باشه، در بعد از اینکه سوالات به شکل چهار جواب داده میشه که یک قسمت خانه خالی داده شده، باید شما جواب درست انتخاب کنیم. بعد از او دلیلی که کدام هر کدام از اینها جواب درست هست، دلیل از او گفته میشه و موضوع گرامری اگر داشته باشه توضیح داده میشه. اولین سوال هست: ایش هاب گوتس اوتو. اوتو در اینجا آرتیکل هم داده شده، یعنی هست دس اوتو، یعنی که ماشین. خب در اینجا میبینیم که یک قسمت جمله به شکل مثبت داده شده. در صورتی که ما خواسته باشیم منفی کنیم جمله رسه کنیم، داریم ما نیشتس، نیشت، کاینن، کاین. باید در کمتر 15 ثانیه شما جواب درست انتخاب کنید. ایش هاب کاین گوتس اوتو. حالا در اینجا ما از کاین استفاده کردیم. چرا باز از کاین استفاده کردیم؟ چرا کاینن استفاده نکردیم؟ ببینیم که موضوع از چی قراره. ما داریم کاین یا کاینه. کاین یا کاینه فقط و فقط برای منفی کردن اسم کار می رود. اما باید بدانیم که اسم در چی حالت به کار رفته تا از کاین گردان شود. کاین هم مانند اون بیشتیم تا آرتیکل ها، همون قسم که آین، آینه، اینها شما در حالت های نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو گردان می کردیم. کاین هم همون قسم گردان میشه. ببینیم ما در صورتی که در حالت نومیناتیو باشه، اسمی داشته باشیم به ترم سال، آرتیکل از هم در باشه، در فوتو اپاوات. خب در صورتی که خواسته باشیم ما از کاین استفاده کنیم، بازم میشه کاین فوتو اپاوات. در صورتی که اسمی داشته باشیم که ما آرتیکل از او دی باشه، فیمینین باشه، به ترم سال دی پارتی، کاین پارتی، میبینیم یک ا به خود گیریم. در صورتی که نویترال یا خونسا باشه، دس اوتو، در مثال اوتو یا ماشین استفاده شده بود، پس بازم کاین اوتو. و در صورتی که اسمی داشته باشیم که بعد از کاین قرار بگیره، آرتیکل سو جمع باشه، دی پلورال باشه، دی فیلم، میبینیم شکل جمع استفاده شده، پس میشه کاین فیلمه. پس در صورتی که ما در حالت نومیناتیو جمله ما باشه، آرتیکل اسمی که بعد از کاین قرار میگیره دیر و دست باشه، میبینیم از کاین استفاده میشه. و همچنین فیمینین یعنی که به شکل مؤنث باشه و پلورال از کاینه. حالت اکوزاتیو، حالا از کجا نومیناتیو، اکوزاتیو یا داتیو از رو بفهمیم؟ در صورتی که فعل داشته باشیم، فعل مشخص میکنه. در صورتی که حرف اضافه داشته باشیم، حرف اضافه مشخص میکنه که جمله مو کاین به چی حالت صرف شه، به حالت نومیناتیو، اکوزاتیو یا داتیو. فرق حالت نومیناتیو و اکوزاتیو در اینه که در حالت اکوزاتیو اگر ما فعلی داشته باشیم و اسمی که بعد از کاین استفاده کنیم، و بعد از کاین اگر اسمی که استفاده میکنیم آرتیکل از زود در باشه، مذکر باشه، مسکولین باشه، به دن تبدیل میشه، پس کاین هم به کاینن، متواقی مانند حالت نومیناتیو. اما در حالت داتیو میبینید تغییرات بیشتره. اسامی که آرتیکل از اونو در و دست، به دم تبدیل میشه، پس کاین هم به کاینم، میبینیم به هر دو حالت کاینیم اوتو، کاینیم فوتو اپاوت. و همچنین اسمی داشته باشیم که آرتیکل از زود دی باشه، یعنی مؤنث باشه، در حالت داتیف به در تبدیل میشه، پس کاینم به کاینر، همون قسمت ایر میبینیم که به کاین علاوه میشه. و در صورتی که در حالت داتیف اسمی داشته باشیم که بعد از کاین قرار بگیره، جمع باشه، میبینیم که در حالت داتیف دی به دن تبدیل میشه و خود اسم یک اینم میگیره که از خاصیت موضوع گرامری داتیوه. و بازم ببینیم از کاینن استفاده شده، اما اسمی که بعد از او قرار گرفته بازم یک این به خود گرفته. حال موضوع از این قراره که شما ببینیم در اینجا از فعل هابن استفاده شده. معمولا فعل هابن یعنی که ایش هاب فلان چیز دارم، من یک چیزی دارم. پس در صورتی که خواسته باشیم او رو منفی کنیم، میگیم من فلان چیز ندارم. گفتیم که برای اسم از کاین استفاده میشه یا از کاینه. در حال ما در حالت فعل هابن چون اکوزاتیو سازه،
باید بعد از اون ما کاین با حالت اکوزاتیو در بیاریم، چون دست اسمی که بعد از کاین قرار گرفته آرتیکل از این دسته، پر تغییرات وارد نمیشه. در صورتی که آرتیکل آوتو در می بود باید از کاینن استفاده میکردیم. و حال موضوع نیشتم در سلاید بعدی با هم کار میکنیم. پس در اینجا جواب درست کاین بود. دستیست تیگه آرتیکل از این هسته در مسکولینه زوندن این لوه. پس در اینجا ببینید که بعد از فعل ایست یکی از اینها باید استفاده شد تا جمله ما با حالت منفی استفاده شد. کاینه کاینه نیشت کاین. در اینجا جواب درست کاینه. و همچنین ببینیم که فعل زاین داریم و فعل زاین که در اینجا صرف شده شده ایست یکی از مشخصهای حالت نومیناتیوه. پس در حالت نومیناتیو ما گفتیم از اسامی که آرتیکل زونا در و دست باشه فقط کاین استفاده میشه. پس گفته دست ایست کاین تیگه. ببینیم که جمله خود اسم منفی کرده نه که فعله. پس حالا که ما خود نیشتر کار کنیم باز متوجه میشین که چرا من همش میگم که کای اسم بعد از خود منفی میکنه نه فعل جمله. مثال بعدی هست فرت هر مایا نخ لندن. ناین. ببینیم که فرت هر مایا نخ لندن شکل سوالیه داده شده. حالا میخواییم که جواب سوالی که از ما شده بدیم. در داخل از او یکی از اینها باید شما استفاده کنید. ناین هر فرت. حالا ببینیم که نیشت کاین کاینن کاینر نخ لندن. جواب درست در اینجا نیشته. فرت هر مایا نخ لندن. ناین هر فرت نیشت نخ لندن. در اینجا از نیشت استفاده کردیم و نیشت شاید شما بفهمین که همیشه فعل منفی میکنه. حال از خود قاعده و قانونی داره که روی از این با هم کار میکنیم. پس جواب درست نیشت بود. ببینیم که نیشت برای منفی کردن فعل و جمله استفاده میشه، اما کاین یا کاینه فقط و فقط برای منفی کردن یک اسم استفاده میشه. خب حال نیشت اگرچه در اینجا موضوعی که میخوام بگم تا سطح بیسوهای همین موضوع نیشت کار میشه، یعنی که شما تا سطح بیسوهای از نیشت دیگه موضوع گرامری از او راحت میشیم. خب نیشت گفتیم که تنها فعل و جمله منفی میکنه، اما اخو قاعده و قانونی داره بهتره بفهمید چون استفاده زیادی داره در سطح آینز و تمامی همون مکالمات روزمره یا زندگی روزمره ای. خب ببینیم نیشت چیه قوانینی. وقتی که نیشت بعد از فعل میاد فعل را منفی میکنه. ایش فوتوگرافیق نیشت، یعنی که من عکاسی نمی کنم. پس در اینجا چیکار شد؟ فعلر منفی کرد و بعد از فعل قرار گرفت. وقتی که فعل کمکی در جمله داریم همیشه نیشت قبل از انفینیتیو می آید. در اینجا ببینید گفته اشکان نیشت فوتوگرافیرن قبل از فعل انفینیتیو یا مستر آمد، در صورتی که ما گفتیم مودال ورب داشته باشه. مودال ورب جایگاه دوم در جمله داره، اما در اینجا چون جمله ما کوتاهه میبینید که بعد از مودال ورب آمد، اما میتونه که جمله ما بلندتر یا طولانی تر باشه. ایش زول هویت هابن ماین اوز آف گابن میت ماین فریندین نیشت ماخن. پس در صورتی که ما گفتیم مودال ورب داشته باشیم یا فعل کمکی داشته باشیم، در اینجا زوله، میبینیم که قبل از فعل انفینیتیو یا مصدر که در آخر جمله قرار بگیره نیشت قرار میگیره. این بود قانون دوم. وقتی که در جمله صفت داریم نیشت قبل از صفت میاد. ایش فوتو فیغ نیشت بود، در اینجا درسته بعد از فعل آمده، اما میتونه جمله ما طولانی تر باشه. چیزی که مهمه در صورتی که صفت داشته باشیم نیشت قبل از صفت قرار میگیره. شماره 4، وقتی که در جمله حرف اضافه داریم نیشت قبل از حرف اضافه میاد. اشفاق میدیم آوتو. اشفاق نیشت
mit dem Auto. در اینجا درسته بعد از فعل قرار گرفته، میبینی که چیزی که مهمه قبل از حرف اضافه قرار گرفته. میتونه جمله ما طولانی تر باشه، کلمات بیشتر استفاده شه. در صورتی که حرف اضافه داشتیم، نیشت قبل از حرف اضافه میه. قاعده کلی، هرگاه با کلی اطلاعات نیشت رفت آخر جمله با وجود چهار قاعده هم موجود بود، منظور این است که به شکل منفی می شود که شنونده دیگر انتظار ادامه جمله را نمی کشد. ایش فوتوگرافیق ام هولاو نیشت. خب می بینیم که در اینجا نیشت آخر جمله رفت، در صورتی که ما حرف اضافه داریم، در صورتی که ما فعل داریم. خب در اینجا گفته اما چهار قاعده دیگر امکان و انتظار ادامه جمله می رود. در صورتی که ما نیشته گفتیم، منظور این است که به شکل منفی می شود که شنونده انتظار ادامه جمله را نمی کشد. در صورتی که نیشت آخر جمله رفت، یعنی که شما در تعطیلات عکاسی نمی کنید، جمله ختم می شود و دیگه شخصی که مقابل شما است دیگه سوال چیزی از شما نمی کنه که چه کار فلانه. اما در صورتی که چهار قاعده دیگر که به طور مثال صفت بود و همچنین مدال ورب بود و حرف اضافه بود، امکان و انتظار ادامه جمله هست. به طور مثال ich fahre nicht mit dem Auto، میگه ich fahre nicht mit dem Auto، یعنی که من به ماشین نمیرم یا رانندگی نمیکنم، sondern بلکه mit dem Zug، بلکه چی با قطار. پس در اینجا وقتی که شما قبل از حرف اضافه آوردیم، یعنی شنونده انتظار از این داره که شما جمله خور ادامه بده، زندن میدیم زود بلکه با قطار. این موضوع نیشت بود، البته در سطح بیستوهای موضوع کار میشه، اما چون استفاده زیادی داشت خواستم که با هم در مورد از او کار کنیم. ایست دست این لامپ؟ ناین دستیست خانه خالی. میتونه کاینن، کاین، کاینه یا نیشت استفاده شه. لامپ، آرتیکل لامپ دیه، یعنی که فیمینینه، مؤنثه. پس جواب درسته انتخاب کنید. جواب درست کاینیه. ایست دست این لامپ؟ آیا یک لامپ است؟ ناین نخه، دستیست keine Lampe، نخیر یک لامپ نیست. در صورتی که شما در جمله که مثبت از این استفاده میکنیم، مشابه از او از keine استفاده کنیم یا kein استفاده کنیم. خب گفتیم که فعل زاین هم چون نومیناتیو سازه، پس خاصیت نومیناتیوی داره، پس از keine استفاده میکنیم چون دی لامپه، یعنی که آرتیکل ازی فیمینیر. پس جواب درست از keine بود. heute kommt her nicht keine kein keinen. heute kommt her nicht. در اینجا میبینیم که ما nicht استفاده کردیم و در آخر جمله استفاده کردیم، یعنی که جمله تمام دیگه، شنونده انتظار از این نمیده که شما جمله را تمام کنید. و در صورتی که ما در اینجا اسم می داشتیم و قبل از اسم از کاین باید استفاده بکردیم، در اینجا می بینیم که ما جمله یا فعل خود منفی کردیم، پس جواب درست نیشته. Bist du so zufrieden؟ Nein, ich bin nichts. Keinen, nicht kein. Zufrieden. یکی از اینها جواب درسته. Bist du zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. می‌بینیم که شما فکر منفی کردین. نه، من راضی نیستم. پس در اینجا جواب درست نیشته. حال فرق نیشت با نیشت چیه؟ نیشت یعنی هیچ چیز، اما نیشت که در اینجا هست باز در جملات منفی میکنه و فعل منفی میکنه و این هم استفاده خود داره، اما فرق نیشت با نیشت باید شما بفهمید. Verstehst du? آیا میفهمید؟ Nein, ich verstehe. Kein, keinen, keine, nicht. Verstehst du? Nein, ich verstehe nicht. کاملا یک عبارت پرکاربردیه. پس جواب درست بازم نیشته. Ist das seine Adresse? Nein, das ist nichts, kein, keine oder nicht.
Meine Adresse. Artikel Adresse DF. مؤنث. پس جواب درست انتخاب کنیم. Ist das seine Adresse? Nein, das ist nicht meine Adresse. در صورتی که شما پوسسیف آرتیکل ها یا صفات ملکی داشته باشین که مثل مثال در اینجا ماین استفاده شده، زین استفاده شده، باید از برای منفی کردن از نیشت استفاده کنیم. و جواب درست نیشته. Das ist nicht meine Adresse. Mein Auto ist nicht kein keinen keine gut. Mein Auto ist nicht gut. جواب درست nicht gut. Hast du Münzen? Nein, ich habe kein, nichts, keine oder die. Münzen. و Münzen که عبارت از سکه به شکل پلورال یا جمع استفاده شده. پس جواب درسته انتخاب کنید. Hast du Münzen? Nein, ich habe keine Münzen. جواب درست keine بود. Ich verstehe. Keiner, kein, keinen, nicht. Ich verstehe nicht. جواب درست نیست. موضوعاتی که قواعد و اینها که در اول ویدیو کار کردیم دیگه لازمیه برای همگی تکرار بشه. Ich habe keinen, keine, nicht, kein, فقط. در اینجا فقط یا عبارت است که دوچرخه یا بایسکل میشه. آرتیکل از او دسته. Gekauft. و فعل کوفن داریم که به شکل گذشته پاسیو پرفکت یا گذشته گفتاری جمله استفاده شده. حال جواب درست انتخاب کنید. Ich habe kein Fahrrad gekauft. در اینجا جواب درست keine. Ich brauche kein, keinen, keine, nicht. Wörterbuch. Artikel Wörterbuch یا واژه‌نامه یا لغت‌نامه دسته. Ich brauche kein Wörterbuch. در اینجا جواب درست keine. و فعل brauchen از جمله فعل‌هایی است که خاصیت اکوزاتیوی داره، چون اسمی که بعد از kein قرار گرفته و ما در جمله می‌خوای اسم منفی کنیم پس از kein استفاده می‌کنیم. و به خاطری از kein استفاده شد چون که آرتیکل Wörterbuch دسته. در صورتی که ما اسمی می‌داشتیم که آرتیکل زو در می‌بود، می‌دیدیم که باز به den تبدیل می‌شد و kein هم به keinen. Kommst du aus Argentinien. حالا یکی از اینها جواب درسته. Kein, nichts, nicht, معذرت، nichts و nein. Ich komme aus Chile. جواب درست کاملا واضحه که در اول جمله در صورتی که شما خواسته باشیم جواب سوال با یعنی شکل منفی جواب بدیم باید شما از ناین استفاده کنیم و ناین همیشه اول جمله میایه و جمله شما منفی میکنه. در صورتی که جواب سوال شما سوالی که از شما میشه مثبت باشه از یا استفاده میشه. Kommst du aus Argentinien? Nein, ich komme aus Chile. پس جواب درست 9 بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو ما لایک کنین، سوال پیشاشتیم کامنت بدین. آلمانی صرف تا صد و همچنین دویچ میت فرخواد دو کانال جداگانه هم روزه در یوتیوب ویدیو گذاشته میشه. میتونین که هر دو کانال سابسکرایب کنین، ما رو حمایت کنین و از ویدیوها لذت ببرین. تا درس بعدی خدا یار و نگهدار شما.